دبیر کل ناتو گفته است که گروه طالبان با رکود مالی، افزایش تلفات و اختلاف نظر بر سر رهبری واید این گروه مواجه است. وای که در مقر ناتو در یک نشست خبری صحبت می کرد گفته است که گروه طالبان از تمام ظرفیت برای رسیدن به اهداف خود در سال روان خورشیدی استفاده کرده، اما توانایی های نیروهای امنیتی در میدان های نبرد مانع رسیدن این گروه به اهدافش شده است. گروه طالبان با مشکلات زیاد مواجه است. بحران اقتصادی یکی از این مشکلات هست. طالبان از تمام توانایی های خود استفاده کردند تا یک ولایت را سقوط دهند، اما عملکرد خوب نیروهای امنیتی افغانستان در میدان نبرد مانع این کار طالبان شد. گروه طالبان از درون پاشیدند و اتحاد در بین این گروه با رهبری واحد باقی نمانده است. دبیر کل ناتو همچنان گفته است که اگر جنگ افغانستان ادامه پیدا کند، ناتو و نیروهای امنیتی افغان باید برای هر شرایطی خود را آماده کنند. پیش از این گزارش های در مورد تمویل گروه طالبان و ترورستان داعش از سوی استخبارات منطقه منتشر شده است. معاون اول مجلس نمایندگان می گوید که در بخشهایی از ولایت ننگرهار، ترورستان داعش و گروه طالبان هنوز هم از سوی برخی از علاقات تمویل و تجهیز می شوند. با خدا جمیشو می شود، علی کفترات ها می شود، مربا هست برشان، قیماق هست برشان، پنیر هست برشان، اصل هست برشان، پیپسی هست برشان، منرال واتر برای داعش می رسد. این از کجا می رسد؟ دشار برای ما نمی رسد، برای مردم ما نمی رسد، برای وکیل ما نمی رسد، برای مامور ما نمی رسد، برای یک دوست، برای یک قاتل در کو می رساند؟ کی می رساند؟ بیشتر افراد وابسته به گروه توریستی داعش در ولایت ننگرهار که ام مرز با پاکستان است قرار دارد. گفته می شود که این گروه از سوی استخبارات منطقه تمویل می شود و برای دهشت افغانی در افغانستان جاگزین گروه طالبان خواهند شد. این در حالی است که افراد این گروه هفته گذشته بیش از 30 غیر نظامی را در ولایت غور تیرباران کردند.